میشد دیگه. ببین خیلی راحت ما به این دست پیدا میکنیم، عالیه برای اینجا. خب من یک کنترل زد میزنم و ببینم که دیگه این درها تقریبا با خودتونه دیگه بچه ها، یعنی درها دیگه خودتون میتونید مدلش رو انجام بدید. بریم قسمت بالای کار آن هاید آل، این قسمتی که اینجا هست. من یه باکس فعلا میکشم خیلی ساده، چون بالاش قراره که چی بخوره؟ ابزار بخوره. یه بار دیگه یه دونه تا بالاش میکشم. خب اینم بیاد روی این قرار بگیره، زخامتش رو درست کنیم. اوکی، تبدیلش میکنم به پلی. این پلیگانی که اینجا هست رو تو نمای فرونت چکش کنم، بعد اکسترود بخوره تا اینجا، یه اکسترود دیگه بهش اضافه میکنم تا اینجا. اوکی خب حالا دقت کنید که این جلو اومده بیرون، من این بیرون زدگیش هم اینجا درست کنم. ببینید عالیه. و حالا از اینجا ادامه داره تا این صف و اینو جدا ترسیم کنیم. خب میام توی پولیگان، این پولیگان پشت اکسترودش بیاد بیرون تا اینجا و اینم بیاد تا اینجا و حالا این دیگه باید اکسترودش بیاد به این سم. اوکی درسته. حالا این قسمت من اینم آلتو ایکسش کنم. حالا این قسمت رو میتونیم جدا ترسیم کنیم، میتونیم از خود همین باکسمون استفاده کنیم، ولی خب با لاین بکشیم من احساس میکنم که یه مقدار راحت تره. خب یه تیکه اینجا اومده پایین، اینجا قوس پیدا کرده به این شکل و تا اینجا اومده. اوکی من اینجا رو یه سیرکل قرار میدم. ببینین همه رو دارم با لاین میکشم بچه ها، بذارینم ایزوله کنم که راحت تر باشه. اینترپولیشن لاین هم میزنم که یه مقدار نرمتر بشه. اینم باید دقیقا بیافته روی این خط. اوکی یه مقدار بزرگ شد، بزرگتر. این خوبه، تبدیلش میکنم به اسپیلاین. بیاییم با این هماهنگش کنیم و این رو اتچش میکنم به این. این نقطه رو رد میکنم از این بره. چرا این کار کردم؟ به خاطر اینکه قبلا کار کردیم با تریم خیلی دیگه من لهجه آمریکایی دارم، مثلا اینو تریمش میکنم. اوکی و این نقاط باز رو بهتره که من همه رو بگیرم و ولدش کنم. آن هاید آل. اوکی و یک سرود به این میدم، یک سرود. خب یه نقطه باز داره که یک سرود نمیگیره بچه ها، من فکر کنم اینجاست. بله میبینین این خیلی بالاه. دوباره ولد، حالا چکش کنیم درست شد. خب بریم تو یک سرود، یه مقدار زخامت بهش بدیم، هم قد دوی کل هم بشن تقریبا. اینجا میذارمش، میتونید با اسنپ دقیق بذارید روی این لبه که هماهنگی داشته باشه. ببینید به این شکل. خب یه بار دیگه عکسو چک کنم. ببینید اینجا یه ابزار اومده تا اینجا قرار گرفته، رفته اینور و چرخیده تا بالا، یعنی ما دقیقا باید این رو درش بیاریم، این ابزاری که اینجا گرفتیم، و امیدوارم که بتونه دقیق اینجا قرار بگیره. من یه کنترل وی از خود این میگیرم، اکسترودش رو پاک میکنم که برگرده به همین لاینی که اینجا داشتیم، فقط بذارمش دقیقا این لبه. خطوط اضافیش رو پاک میکنم و با یه دونه کرییت لاین ادامه میدم. میگم از اینجا یه بار دیگه اسپی لاین، کرییت لاین، از اینجا به اینجا، به اینجا، به اینجا، به اینجا، به این قسمت، این قسمت و این قسمت رو میتونیم حالا برگردونیم اینجا. اوکی سویپ، یوز کاستوم، پیکش میکنید به یکی از این ابزارهایی که دارین.
خب ابزارمون که خیلی کوچیکه، میرورش رو برگردونیم. کدوم بود؟ این بود، درسته. من یه دونه از این کپی میگیرم، FFTش رو بزرگ میکنم. اوکی، حالا میارم بشه مقدار نزدیکتره اینجا که ببینیمش. این رو دوباره پیک میکنم به این، به این شکل. اوکی، ببینید خیلی قشنگ. خب فقط یه سه میرورهاش من باید درست کنم به این سمت، یه مقدار بیرون زدگیش بیشتر بشه. اوکی، و احساس کنم خیلی نازک شده، یعنی این در اصل اینقده. من با کنترل پوینت یه مقدار این رو بزرگترش کنم. خب خیلی بزرگ شد. خوبه؟ یه مقدارم بیاریمش بیرون‌تر. اوکی؟ بچه اینجاها که به هم ریخته رو ما باید بررسی کنیم ببینیم دلیلش چیه. ببین الان زرده، من فکر کنم اصلا وسط نیست، می‌بینید؟ همه رو باید ولش کنیم که بشه یه دونه. حالا درست شد. اوکی؟ فقط حالا ببینیم رو جزئیات اینجا یه مقدار بیشتر کار کنیم. من میام این رو، خب یه مقدار این زتش رو ببریم داخل و اکسرود به سمت تو. ببینید؟ به این شکل. خب دقیقا چیزی که میخوایم رو اینجا داریم. فقط یه سری ایرادات داریم بچه ها. مثلا برای این قسمت من باید یه مقدار اینو بکشم بیرونتر، اینو بکشم بیرونتر، همینطور این قسمت و اینجا. احساس میکنم یه مقدار جا به جا شده. نه اینجا درسته. خب این هم از این قسمت که حالا میتونید اینجا یه سری گل و بلبل و اینجور چیز هم بذاریم. برای اینجا اگر دقت کنید یک دایره مانند توی این قسمت قرار گرفته. خب بچه یه اشتباهی که داشتیم خیلی جالبه، من همینه که ما اینجا رو کرو داشتیم، یعنی من باید بیانم اینو کروش کنم، یه مقدار قرب این بدیم، بیاریمش پایین تر. اوکی، اینم همین کار باش بکنم. خوبه که این حالت اینجا قشنگ خودش رو نشون بده. حالا برای این قسمتش هم دیگه باید بیایم یه سری کار جذابی رو ایجاد کنیم که این حالت دایره اینجا حفظ بشه. من یه دونه تیوب میکشم اینجا، یه مقدار بیشتر بشه سایدش که نرمتر داشته باشیمش. این برای این قسمت. و اگر یادتون باشه یه سری ابزارهایی رو ما داشتیم که میشد برای این وسط ازش استفاده کنیم، مثل اینا. حالا من یه چیز سبکتر میارم، میخوام خیلی سنگینم نباشه. مثلا بیم اینو بیاریم D4. بزرگ با کویک الائن میدم بده دقیقا مرکز این قرار بگیره به این شکل. خوبه دیگه. جای دیگه ای که میتونیم روش ابزار کار کنیم، مثلا اینجاها رو بچه ها میتونید یه ذره مثلا اگه بخواین شلوخترش بخواین کنیم، مثلا بیاید یه سری مثلا از همچی چیزایی رو اینجا اضافه کنید. ببینید مثلا یه مقدار شلوختر میشه، درسته؟ ولی خیلی الان دیگه من شلوغش نمی کنم کارمو. تقریبا میتونیم بگیم که کارمون تمامه، فقط دربهای این قسمت میمونه، درسته؟ این دربهایی که اینجا هست که دیگه اینا رو من به عهده خودتون میذارم که خودتون مدل سازیش رو انجام بدین. من اینا رو هاید کنم، میام کل اینا رو میگیرم به جز این قسمت وسط، مودیفایر سایمتری رو بهش میدم، سایمتری. اوکی؟ خب
یه سری لاین های اینجا هست، من این شیپ هاشو باید حذفش کنم، یعنی این شیپ ها اذیت میکنه کار ما رو. من این رو بزنم این بر، دوباره بگیرم سایمتری بهش بدم. ببینید فقط به خاطر اون یه دونه لاین نمیذاش. فیلیپش رو میزنم میرور و بیم جاش رو درست کنیم. یه مقدار دیگه حالا چون ابزار اومده سنگین تر هم میشه. خب میتونید بگید که از این لبه پنجره مثلا بیاد دقیق این بشینه این لبه. ببینید من با اسنپ دقیقش کردم. یه بار دیگه زوم کنم، یه مقدار دیگه باید بره. اوکی بیایم تو پرسپکتیو ببینیمش. خیلی قشنگ این قسمت الان مدل شد، درسته؟ خیلی عالیه. خب ببینید وقتی که درست تمیز کار کنید مشکل خاصی اینجا بچه ها ندارین و میتونید به راحتی مدل سازی خودتون رو داشته باشین. من الان یک کفم برای اینجا در نظر میگیرم و به این شکل پروژه‌مون رو ما داریم مشاهده میکنیم. خب حالا بچه ها من برای دری که اینجا میخواید بذارید یه دونه آبجکت هم پیدا کردم. بذارید من اینجا یه سرچ زدم، این در رو میخوام برای اینجا از این آبجکت آماده استفاده کنم ازش. میام این در رو میگیرم میارم اینجا مرجش میکنم اوپن و اینجا قرارش میدم. میام نمای فرانت ابعادش رو بار چک کنیم. خب یه مقدار احساس میکنم که خیلی بزرگه، میتونیم یه سری جاهاش رو بدیم بره داخل کار و به این شکل داشته باشیمش. من گروپش هم کنم فقط به این شکل. اوکی حتی میتونیم برای این قسمت مثلا من بخوام به این یه میرور بدم یه سایمتری بدم و اینو بیارم بزنمش اینجا، ولی حالا این کار رو نمی کنم. یه کار دیگه هم که میتونم انجام بدم اینه که ببینم، خب خیلی کوچیک میشه اینجا، درسته؟ من فعلا همینو میذارم دیگه. من دارم به صورت شماتیک در اینجا میذارم که شما فقط ببینیدش. یه کپی هم دوباره این سمت کار قرار میدم. اوکی ببینید به این شکل. اینم از این. و حالا برای اینجا هم دوباره من میتونم یه در دیگه بیارم، مثلا همین در رو کوچیکش هم میتونیم بیاریم که فکر کنم اینه. اینجا میذارم یه روتید یه اسکیل اینو میذارم پشت اینجا. حالا برای قسمت پشتش دیگه ما باید بیایم این رو فضاش رو خودمون پرش کنیم. مثلا من بیام اینجا یه باکس فعلا بکشم، میگم چون حالا من دیگه روی مدل سازی درش خیلی وقت نمیذارم دیگه، همینطوری دارم چشمی میرم جلو، درسته؟ به این شکل. خب یه دونه کپی هم بذاریم این سمت کار که دیگه کارمون تموم شده باشه. من اینجا دیگه میتونم بگم که پروژه‌مون تقریبا، حالا باز هر چقدر بخوایم میتونیم دیتیل اضافه کنیم، تقریبا پروژه ما به اتمام رسیده و امیدوارم که از این آموزش شما لذت برده باشین. خدا نگهدار.